در صورت اگه برسیم که کلن راجب ای ای جی اب نورمال صحبت کنیم که خیلی خوبه، ولی خب اگه نرسیدیم حداقل بحث مربوط به ای جی اپیلپسی رو یه مختصری در واقع براتون بگیم. البته مختصر که نه، سعی میکنم اون حداقل سندروم های اپیلپسی، سندروم های مهم اپیلپسی که بعدا توی کار باشون مواجه میشیم، با بیماراشون، با ای جی هاشون، اینا رو سعی کنیم صحبت کنیم راجع به هم علائم بالینیشون، هم درمانشون، هم در واقع چالنج های درمانشون، هم ای جیشون، اینا در کنار همدیگه باشه که ارزش بحث بیشتر بشه. و اما ابنورمال ای جی، همطور که توی به اصطلاح فایل های ویدیویی قبلی دیدین، ما ای جی نورمال رو کاملا صحبت کردیم. البته یه تیکه ای فقط مون راجع به اکتیویشن پروسیجور، یعنی اون مواردی که در واقع توی اتاق ای ای جی ما بیمار رو تحریک میکنیم، مثل هایپر ونتیلیشن یا تحریک نورانی، اونا رو من صحبت دیگه نکردم چون مطالب ساده ای بودن و خودتون میتونستید با مطالعه متوجه بشید. ولی بعد از اون اگر بر اساس کتاب پیش برید، کتاب رو دیدید دیگه ها؟ یا ندیدید هنوز؟ یا دیدید؟ یا ابوالفضل سیدی رو هم ندیدید حتما. بر صورت بر اساس اون کتاب اگه پیش بریم، بعد از بحث اکتیویشن پروسیجور، بحث ابنورمال ای جی رو من شروع کردم تو اون کتاب، که اینجا در واقع اغلب اون چیزایی هم که در رابطه با ای جی من میگم اینجا اغلب از همون کتابه، یا حالا تو بعضی موارد ممکنه از سیدی من استفاده کرده باشم. بر صورت نو ابنورمال ای جی اینجا گفتیم توی اسلاید که منظورمون چیه؟ outside the normal range، خارج از نرم طبیعی، خارج از نرم رو بهش میگیم ابنورمال. حالا برای اینکه ابنورمال ای جی رو تشخیص بدیم، پس اول بایستی نرمال ای جی رو تشخیص بدیم. اول باید نرمال ای جی رو بلد باشیم تا بتونیم موارد ابنرمال رو تشخیص بدیم، که اینجا گفتیم برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم یک ای جی ابنرماله یا نرماله، اول باید سن مریض رو بدونیم، چون بعضی از الگوها و پترنها هستن که توی رنج سنی خاصی دیده میشن. به طور مثال، مثلا توی بچه‌ای که زیر 10 سال، شما اگر هایپر ونتیلیشن انجام بدید، مثلا پترن، داشتم اینو میگفتم که به اصطلاح هایپر ونتیل کردن یک بچه 10 12 ساله باعث ظهور پترن تتا و ریتم تتا میشه، در صورتی که اگر در یک فرد بالغ با هایپر ونتیلیشن شما ریتم، مثلا گفتم تتا، ممکنه ریتم تتا و دلتا، باعث ریتم تتا و دلتا بشه در یک بچه 10 12 ساله هایپر ونتیلیشن. ولی اگه در یک فرد بالغ شما با هایپر ونتیلیشن ریتم دلتا رو دیدید، قطعا ابنورمال. متوجه این؟ پس بنابراین یکی از فاکتورهایی که بایستی خیلی توی تفسیر ای جی ما بهش دقت بکنیم، سن فردیه که ازش ای جی گرفته شده. دومین فاکتور چیه؟ state of the patient. منظور state of the patient چیه؟ منظور وضعیت هوشیاری بیمار، که به طور طبیعی میتونیم بگیم آیا بیمار، اگه به فرض حالت طبیعی حساب کنیم، آیا بیمار خوابه یا بیداره موقع ای جی گرفتن. حالا نمیدونم کدوماتون ای جی خواب رو نگاه کردین، میبینید توی ای جی خواب ما یه سری الگوهای خاصی داریم که مخصوص ای جی خوابن، که اگر اون الگوها رو توی ای جی بیداری ببینیم، قطعا ابنورمال تلقی میشه. متوجه؟ قطعا ابنورمال تلقی. پس بنابراین یکی سن، یکی وضعیت هوشیاری بیماری، فاکتور، دو تا فاکتور مهمی هستن که بایستی حتما. و اینجا در واقع نقش، توی این اسلاید هم گفته اینجاست که در واقع نقش اون تکنسیانی که ای جی رو ثبت میکنه بارز میشه، چون میدونید ای جی فرقش با ای ام جی اینه که ای جی رو یک تکنسین ثبت میکنه، ما موقع ثبت ای جی حضور نداریم، ما فقط اون ای جی ثبت شده رو میبینیم، وضعیت بیمار رو در حین ای جی نمیدونیم. بنابراین
اینجاست که اون کسی که EEG رو ثبت میکنه نقشش نقش خیلی مهمیه و بایستی تمام این اطلاعات رو به ما بده که مثلا این بیمار در حین مثلا در حین انجام EEG به خواب رفت، که بدونیم مثلا مریض از کی خوابیده بوده، موقع خواب پترن EEG چطوری شده، موقعی که بیدار بوده چجوری بوده، اینجا هایپرونتیلیشن انجام داده، اینجا پلک زده، اینجا دستشو تکون داده، متوجه این ولا. خب بعضی وقتا همونطور که توی EEG توی آرتیفکت ها اگر مطالعه کرده باشین دیده باشین، بعضی از آرتیفکت ها خیلی پترن شبیه مثلا اپیلپسی پیدا میکنن و امواج اپیلپتی فرم پیدا میکنن. بنابراین باز اینجا نقش تکنسیانی که EEG رو ثبت میکنه خیلی مهمه. تکنسیان بایستی حتما دوره ثبت EEG رو گذرونده باشه. توی مثلا فرض کن کانادا من سوال کردم، کسایی که ثبت EEG انجام میدادن یه دوره 6 ماهه میگذروندن و بعد مدرک در واقع انجام EEG داشتن، یعنی یک سرتیفیکیشن میگرفتن بابت ثبت EEG. اینجوری نبود که هر کی رو از سر راه ما پیدا کنیم، هر دیپلم بیکاری رو برداریم بیاریم بگیم آقا بیا یه شغل خوبی برات پیدا کردیم، یه هفته دو هفته، من خودم هم همه الان منشی خودم تو مطبم هم همینه، یکی دو هفته آموزش دیده تموم شد بیا از EEG بگیر. متوجه این؟ این تکنسیان EEG برای دیدن یک EEG درست و حسابی EEG باید یه تکنسیان مهم داشته باشه. و اما نقش EEG و اینکه چه ارزشی EEG داره در واقع تشخیص بیماری ها، میدونید EEG یک در واقع تست چیه؟ یک تست فیزیولوژیکه، یعنی یک تستیه که در واقع در این تست ما فانکشن مغز رو بررسی میکنیم. مثل خیلی از تستای الکتروفیزیولوژیک دیگه، مثل EMG باز که ما در واقع فانکشن سیستم اعصاب محیطی رو ثبت میکنیم و بررسی میکنیم، EMG هم همین جوریه. مثلا میخوام EEG هم همین جوریه. این EMG قاطی میشن. EEG هم همینه، در واقع یک تست فیزیولوژیک برای بررسی فانکشن فیزیولوژیک مغز. و توی ایتیولوژی های مختلف شما ممکنه یک پترن رو پیدا بکنید. متوجه این؟ یعنی توی EEG شما یه پترنی رو فقط و فقط توی یک بیماری یا توی یک چیز نمیبینید. شما ممکنه یه پترنی رو توی یه طیفی از بیماری ها ببینید. بنابراین اون پترن هایی رو که ما میبینیم در EEG حتما برای تفسیرشون بایستی در کنارش علائم بالینی مریض و شکایت‌های بیمار رو بدونیم تا بتونیم تفسیر بکنیم. متوجه این؟ برخلاف مثلا MRI، چون MRI خب به شما آناتومی نشون میده، هر زایه‌ای وجود داره، بخشم در بدم دست انگار بلنگو قورت دادم. MRI آناتومی رو به شما نشون میده، راحت هر جا آسیب هست رو میبینید، ولی EEG در واقع بررسی فانکشن فیزیولوژیک و در واقع سربرال فانکشنه. بنابراین این پترن هایی که ما توی EEG میبینیم پترن های چی هن؟ همگی تقریبا نان اسپسیفیک هن و ممکنه توی یه تعدادی از بیماری ها دیده بشن. به طور مثال مثلا اگه بخوام یه مثال ساده براتون بزنم، شما ممکنه پترن اسلوینگ یا فوکال اسلوینگ رو توی تومور ببینید، توی استروک ببینید، توی آنسفالیت ببینید. متوجه این؟ توی رنج مختلفی از بیماری ها ممکن این علائم بالینی و شرحال بیماره به شما کمک میکنه که به چه سمتی و به چه تشخیصی مشکل بیمار نزدیکتر. متوجه این؟ یه زمانی EEG رو اوایل وقتی EEG اومده بود، البته اوایل که نه، مثلا تا هولوش 30 سال پیش EEG رو توی اگر کتابای تکست EEG قدیمی نگاه بکنید، هر در واقع به اصطلاح توی هر قسمتی از مباحث نورولوژی یافته های EEG اون قسمت رو به طور اختصاصی هم می نوشتن.
متوجه این؟ مثلا فرض کن اون کتابای EEG بر مبنای بیماری های نورولوژیک بود، مثلا EEG در سردرد، EEG در استروک، EEG در تومور، EEG در فلان. این یه روش خیلی قدیمیه دیگه. الان توی EEG دیگه اینجوری تقسیم بندی نمی کنن کتاب ها EEG رو بر مبنای نرمال و ابنرمال بودن تقسیم می کنن و EEG ابنرمال رو الان تو کتاب ها به این شکل تقسیم بندی می کنن که میگن EEG های ابنرمال یا اپیلپتیک هن یا چی هن؟ نان اپیلپتیک. که حالا ما میخوایم در واقع زیرشاخه اختلالات اپیلپتیک EEG رو بحث بکنیم. همطور که میدونید اولین بار EEG توسط یک نوروسایکیاتریست آلمانی به نام آقای هانس برگر در سال 1929 معرفی شد و اوایل خب استفاده های دیگه ای می کردن ازش، بیشتر برای موارد سایکیاتری از EEG استفاده می کردن، برای مواردی که مریضایی که مشکلات سایکیاتری داشتن از EEG استفاده می، اما یواش یواش اهمیت EEG در بحث اپیلپسی و تشخیص اپیلپسی یواش یواش مشخص شد و مراکز مختلف دنیا در رابطه با پترن ها و الگوهای مشخصی که در انواع اپیلپسی دیده میشه یواش یواش گزارشاتی دادن و به تدریج واقعا مشخص شد که EEG در تشخیص انواع تشنج نقش بسیار بسیار مهمی بازی میکنه. من خودم هم یه زمانی مثلا هلوش 15 سال پیش واقعا فکر میکردم که EEG دیگه اهمیت گذشته رو نداره، چون یه زمانی مثلا تشخیص ساب دورال هماتوم رو با EEG میدادم، تشخیص تومور مغزی رو با زمانی که CT اسکن و MRI نبود تشخیص ساب دورال هماتوم رو با EEG میدادم، تشخیص نمیدونم تومور مغزی رو با EEG میدادم. متوجه این؟ من خودم مثلا 15 سال پیش 20 سال پیش فکر میکردم دیگه EEG یواش یواش اهمیت خودش رو روز به روز از دست میده با توجه به پیشرفت‌های به اصطلاح چشمگیری که توی رشته نورولوژی و روش‌های تشخیصی داره اتفاق می‌افته. خودم اینجوری فکر می‌کردم، اما واقعاً بعدش متوجه شدم که نه، اینجوری نیست. و الان اگه نگاه بکنید می‌بینید روز به روز اهمیت EEG بیشتر میشه در تشخیص در واقع بیماری‌ها، به خصوص در بحث اپیلپسی. و اما ببینیم EEG چه کمکی به ما میکنه. این اسلاید کمک هایی رو که EEG به ما میکنه در بحث اپیلپسی به طور خیلی خلاصه در واقع ذکر کرده. به همونطور که میبینید تو این اسلاید به طور کلی یک EEG از دو جنبه به ما در بحث اپیلپسی و تشنج کمک میکنه. یکی بحث تشخیص اپیلپسی و تشنج و یکی هم جنبه های درمانی در اپیلپسی، یا بهتر بگیم منیجمنت بیماران مبتلا به اپیلپسی. تو بحث تشخیص اینجا مواردی رو که EEG میتونه به ما کمک کنه گفته: یک، دیفرنشیال دیاگنوستیس آف پاروکسیسمال نورولوژیکال ایونت. واقعا این مسئله بعضی وقتا بسیار بسیار برای شما راهگشاست. بارها و بارها برای خود من پیش اومده مریضایی که اومدن با یک اپیزودیک لوس آف کانشسنس در مطب و این EEG بوده که به من کمک کرده که این مشکل بیمار تشنج بوده. متوجه این؟ این EEG بوده که به من کمک کرده که مشکل بیمار تشنج بوده. درسته هیستوری، معاینه فیزیکی، ایمیجینگ همه اینا کمک کننده قطعا هستن، اما بعضی وقتا واقعا چیزی که خیلی خیلی به ما کمک میکنه، خیلی به ما کمک میکنه، به شرطی که البته به شرط ها و شروط ها، به شرطی که یک دستگاه درست حسابی آدم داشته باشه، خیلی خیلی کمک کننده است EEG و در تشخیص افتراقی مشکل بیمار، مشکل بیماری که در واقع با یک اپیزودیک لوس آف کانشسنس اومده و شما هر چی شرح حال میگیری آخرش نمیتونی فرق بذاری بین یک حمله سینکوپ تو بیمار و یک سیجر مثلا، اینجاست که EEG خیلی به شما کمک میکنه. دومین
نقشی که در تشخیص اپیلپسی به ما کمک میکنه، میگه ای جی میتونه بین یک فوکال و یک جنرالایز سیجر افتراق ایجاد بکنه. بله، اگه مریضی با تشنج اومد، اگه ای جیش پترن خاصه یک فوکال سیجر رو داشته باشه، مثلا اون امواج اپیلپتیک رو آدم ببینی که ابتدا از یک سمت شروع شدن بعد جنرالیزه شدن، بعد میتونه راحت به شما کمک کنه که این مریض، اگر شرح حال مریض به شما کمک نکرد، ای جی به شما کمک کنه بگه که این مریض تشنج شیک، تشنج چیه؟ فوکاله. یا اون امواج اپیلپتیک رو به شکل فوکال در ای جی به شما نشون بده، امواج اپیلپتی فرم، اون در واقع اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج رو به شکل فوکال مرتبا ببینید که مثلا در لوب تمپوراله که این امواج دیده میشه، خود به خود متوجه میشید که این مریض دچار یک فوکال سیجره که بعد سکندری جنرالیزیشن پیدا میکنه. و این بحث خودش خیلی خیلی میتونه تو بحث درمان به شما کمک بکنه. میگه اپیلپسی میتونه، نقش دیگرش اینه که در تشخیص سندرومیک، ای جی میتونه در تشخیص سندرومیک اپیلپسی به شما کمک کنه. بله، بعضی از الگوها رو، حالا بعد که وارد بحث اپیلپسی شدیم متوجه میشین بعضی الگوها تو بعضی از انواع تشنج بیشتر دیده میشن. و حتی یه الگویی داریم که اصلا پترنش چیه؟ پاتوگنومونیکه. پترن چیه؟ اپیلپسی دارم میگه. کدوم پترنه که پاتوگنومونیکه؟ یعنی اگه دیدید تشخیص قطعیه، ابسنس دیگه، تریهس، اسپایک اند ویو، اگر دیدید تشخیص قطعیه، حتی اگر شرح حال ابسنس به شما نده مریض، متوجه؟ پس پترن ابسنس یه پترن پاتوگنومیک، تنها پترنیه که توی ای جی پاتوگنومونیک، بقیه پترنا پاتوگنومونیک نیستن. کمک دیگهش میگه ریکاگنیشن آف فوتوسنسیتیویتی. آیا توی یک مریض اپیلپسی، چون میدونید که از اکتیویشن پروسیجرهایی که انجام میدیم در حین انجام EEG تحریک بیمار با نور، با نور شدیده، با اون در واقع فلش های نورانیه که این پترن، اگر این تحریک ها باعث ایجاد یه پترن خاصی در EEG بیمار بشه، بعضی از تشخیص ها رو بیشتر مطرح میکنه. مثلا تو مریضای GME مریضا اغلب به تحریکات نورانی حساسن. بعد قسمت دوم کمک EEG به شما تو بحث منیجمنت بیماران اپیلپسیه که در صدرشون اینجا گفته در واقع ارزیابی ریسک عود یک فست سیجر، مریضی که با اولین تشنج اومده. تو این قسمت واقعا بعضی وقتا EEG به خود من خیلی خیلی کمک کرده، خیلی کمک کرده تو این قسمت به من تو مطب که مریضی اومده با فرست سیجر. اولین سوالی که بیمار از شما میکنه اینه که آیا من نیاز به دارو دارم یا ندارم، متوجه این؟ خب یه سری فاکتورهایی هست که میتونه اون فاکتورها اگر باشه تو بیمار پیشگویی کننده این باشه که این مریض احتمال عودش بیشتره. مثل چی؟ مثلا اگه تشنج یه چیز خیلی ساده، اگه تو خواب اتفاق افتاده باشه، اگه مریضی با ناکچورنال اپیلپسی به شما مراجعه کرد، به شما گفت این مریض تو خواب تشنج کرده، بدونید قطعاً باز هم پیش خواهد آمد و این مریض قطعاً بایستی چی؟ درمان پریونتیو بگیره، درمان پیشگیری بگیره. اگه مریضی، میگن فاکتورهای دیگه هم هست، مثلا به شما میگن اگه مریضی سابقه خانوادگی تشنج داشته باشه، تو خانوادهش سابقه تشنج باشه، احتمال عود دومی توی این بالاست، باز این مریض بایستی چی بشه؟ درمان بشه، پیشگیری بشه. دیگه چه فاکتوری؟ بله، اگر یه سندروم خاصی رو برای شما پیشبینی بکنه، اگر شرح حالش، بله، یه تشخیص سندرومی که خاصی برای بیمار مطرح بشه، مثلا به قول شما GME باشه، اگه مریضی باشه GME باشه، بدونیم که این دیگه، یعنی یافته ها کاملا همه به نفع GME باشه، مریضی باشه مثلا با سابقه حملات میوکولونوس صبحگاهی که قبلا داشته بدون تشنج، حالا برای اولین بار بعد از یک بیخوابی یا یک کمخوابی دچار تشنج شده، اگه تشخیص سندرومیک داشته باشید، باز مسایس با چی؟ درمان.
به قول شما اگر فوکال باشه باز به شما میگه که این احتمال عود تشنج خیلی بالاست، بایستی چی بشه؟ باز درمان بشه. اگه مریض توی ایمیجینگ شما یه زاویه فوکال، هر نوع زاویه فوکالی ببینید، فرق نمیکنه میخواد تومورال باشه یا یه زاویه یه اسکلروز باشه، هر چی میخواد باشه فرق نمیکنه، اگه مریضی دیدید تو ایمیجینگش یه زاویه وجود داره، این یعنی چی؟ یعنی احتمال عود درش بالاست، این مریض رو باید درمان پیشگیری بکنید. الان اگه مرخصش کنی یه روز دیگه، دو روز دیگه، یه هفته دیگه، دو هفته دیگه باز با تشنج برمیگرده. متوجه؟ و دفعه دوم دقیقاً خیلی ازتون طلبکاره، چون شما تشخیص ندادی که این احتمال عودش بالاست. و کما اینکه ممکنه با جان بیمار به اصطلاح بازی کرد، بازی بکنه آدم دیگه، چون یه تصمیم گیری مهمه. متوجه؟ تصمیم گیری کمی نیست. شما تو یک فرد جوان فعال پیش بینی کنی که آیا این احتمال عودش هست. حالا شما ممکنه همه تون یا بعضیاتون به این نتیجه گیری برسید که خب همه رو درمان میکنیم دیگه، بی خیالش. ولی اگر از اون ور نگاه بکنید، اگر از اون ورش نگاه بکنید، مثلا یه خانمی باشه، یه خانم جوانی باشه که بخواد بچه دار بشه و خوردن داروها، خود داروهای آنتی اپیلپتیک، خودتون میدونید که باید سیداری عوارض بر صورت دارن، شما میتونید یک نسل رو تحت تأثیر قرار بده. بنابراین تصمیم گیری کمی نیست. فکر نکنید اینجا یه تصمیم گیری ساده است، خود دیگه همه رو به این درمان بشه بره دیگه، حالا چی میشه مریض دو سال درمان بگیره؟ تازه بعد از دو سال هم ولتون نمی کنه، بعد از دو سال هم باید تکلیفش معلوم کنی آیا میتونی داروشو قطع کنی یا نمیتونی. باز چی؟ باز این EEGه که به شما کمک میکنه بعد از دو سال که آیا میشه، یعنی پیشگویی میکنه برای شما که آیا میشود این بیمار رو درمانش رو قطع کرد یا نه. اینجا باز نقش درمانی EEG باز مشخص. پس بنابراین یکیش در شروع درمان به شما EEG کمک میکنه. اگه مریضی اومد برای اولین بار تشنج کرد، EEGش دیدید ابنرماله، قطعا یعنی که چی؟ یعنی که باز هم پیش خواهد آمد. بنابراین بیمار درمان باید پیش بید. درمان پیشگیری بشه. اگه بعد از دو سال دوباره EEGش کردید، دیدید هنوز که هنوز EEGش EEG نرمالی نیست، هنوز امواج اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج در EEGش دیده میشه، خب این به شما میگه که قطعا اگه داروی این مریض قطع بشه دوباره عود میکنه. متوجه؟ باز نقش درمانی EEG اینجا به شما کمک کننده است، علارغم این که بیمار دو سال هیچ تشنجی نداشته، بله با دارو نداشته. دیگه چه کمکی میکنه؟ میگه سلکشن آف آنتی اپیلپتیک تریتمنت، بله به شما کمک میکنه که نوع درمانتون مشخص بشه. به قول آقای دکتر زکی زاده، اگر تشخیص دادیم که مریض EEGش به پترن مثلا JME میخوره، خود دیگه میری سراغ دراگ آف چویس، که البته این بحث دراگ آف چویس هم توی اپیلپسی بحث بسیار مفصل و مهمیه و به همین سادگی که تو کتاباتون نوشته، چون تو کتاباتون یه اشاره‌ای فقط کرده به شکل گذرا، بسیاری از فاکتورها رو بایستی تو بحث درمان آدم مد نظرش قرار بده. اینجوری به این سادگی نیست که مثلا فرض کنید خب چون مریض GMEه دیگه همه رو ببندیم به سدیم والپرات، به این راحتی نیست. متوجه این؟ سومین قسمت اینجا گفته همون چیزی که در واقع تو بحثم من گفتم که آیا احتمال عود بعد از قطع دارو هست، که باز EEG اینجا میتونه کمک کنه. مشخص کردن کانون اپیلپتوژن در مغز تو بحث سرجری EEG در واقع اپیلپتیک سرجری این بحث هست که میان با الکترودهای خاصی در واقع کانون تشنج رو مشخص میکنن برای درمان، تو مواردی که مریض مثلا یک کانون خاصی داشته باشه برای کمک به درمان. تو مواردی که گفته مریض کاگنیتیو دکلاین داره، کاهش کاگنیشن داره همزمان با اپیلپسی، مثلا تو بیمارانی که دچار لنوکس سندروم لنوکس گاستوت هستن، به وضوح آدم EEGشونو میبینه یواش یواش کنتر میشن هرچی سنشون میره بالاتر، بحث کاگنیشن هم باز میتونه میگه به شما کمک کنه. توی بحث
تو در واقع تشخیص اینجا گفته چی؟ نان کانوالزیو استاتوس اپیلپتیکوس. بحث استاتوس اپیلپتیکوس نان کانوالزیو تو مریضایی که میان با اختلال هوشیاری با یک اکیوت کانفیژنال استیت که هیچ وقت هیچ زمانی علارغم اینکه بارها صحبت شده، حالا چه تو مورینگ ریپورت ها چه توی کلاس ها، حداقل من خودم گفتم حالا قبلا که بابا اینا رو هم یه ایجی هم بکنید، شاید مریض بالاخره تو این 100 تا علتی که باعث یک اکیوت کانفیژنال استیت میشن یکیش هم نان کانوالزیو استاتوس هستا. بعد بحث نمیدونم مسمومیت دارو یا این چیزا نیست، بعضی وقتا تو یه مریض ممکنه یک استاتوس چی نان کانوالزیو باشه، این ایجی که به شما کمک میکنه و مشخص میکنه این مریض در واقع یک استاتوس نان کانوالزیو داره. تشنج نمیکنه، شما فکر میکنید چون مریض تشنج نمیکنه پس تشنج نداره. یا همینطور اینجا در آخرین آیتمش گفته مانیتورینگ چی، تو بحث مانیتورینگ استاتوس اپیلپتیکوس، که اینکه بدونیم کی مریض به درمان بالاخره جواب داد و ایجیش اون دشارژ های اپیلپتیک رو متوقف کرد، چون تو بحث استاتوس حتما بایستی این مریض ایجی مانیتورینگ بشه. اگرچه ما اینجا چون نداریم انجام نمیدیم، فقط کیلویی مریض رو میبندیم به دارو، اگه تکون نخورد دیگه میگیم خب پس تشنجش کنترل شد، متوجه این؟ اگه دیگه تکون نخورد میگیم خب پس کنترل شده، در صورت که اگر جایی باشیم که کار علمی انجام میدن بستی مریض ای جی مانی، یعنی باید ای جی مریض هم اون امواج ساپرشن اون امواج رو نشون بده، باید نشون بده که واقعا مریض کنترل شده. به صورت ای جی گفته علارغم همه این کمک هایی که میکنه یه سری محدودیت هایی هم داره. محدودیت های ای جی چیا هستن؟ یکی از مهمترین محدودیت ها که تو بحث ایجی نرمال هم من یه زمان اینو به قبل از شماها، به نسل قبل از شماها گفتم، این بود که ایجی که ما ثبت میکنیم بر روی در واقع سر بیمار از خیلی از فیلترها عبور میکنه، متوجه این؟ یعنی ما یه سیستم فیلترینگ عجیب غریبی داریم در بحث ایجی. نمیدونم حالا فیلترها رو خوندید یا نخوندید تو بحث ایجی نرمال که اصلا فیلترینگ کارش در ایجی چیه، چه نقشی داره. چون میدونی ما دو نوع فیلتر داریم در ایجی، یکی های فریکونسی و یکی لو فریکونسی، و در واقع بحث فیلترینگ اگه بخوام در یک کلمه به شما بگم اینه که فیلترینگ یعنی اینکه شما یه سری امواج ناخواسته رو چیکار میکنید، حذف میکنه. فیلتر یعنی بله، ولی خب احتمال اینکه یک در واقع موج بالای 70 هرتز ببینیم خیلی خیلی منشأ مغزی داشته باشه خیلی 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 نادره، تقریبا نداره. یعنی یه رنج بزرگی رو قرار دادن، مثلا لو فریکونسی فیلتر رو روی معمولا نیم یا یک میذارن و های فریکونسی فیلتر هم توصیه میشه. تو کتابای جدید من دیدم بیشتر روی 70 هرتز، قبلا زمانی که ما رزیدنت بودیم روی 30-35 هم قبول میکردن، ولی الان میگن بهتره بذاریم روی 70 هرتز، یعنی امواج بالای 70 هرتز و زیر 1 یا نیم هرتز رو در واقع دستگاه، شما به دستگاه فرمان میدی که این امواج رو دور کن، اجازه نده رو صفحه ظاهر بشن، متوجه این؟ بر صورت فیلترهای مغز چیا هستن؟ فیلترهای فیزیولوژیک و طبیعی. خب این امواجی که ما روی کله مریض در واقع ثبت میکنیم از چه چیزایی عبور میکنه؟ از پیامتر عبور کرده، از دورا عبور کرده، از بون سکال بون عبور کرده و از پوست سر هم عبور کرده و رسیده به این الکترودی که ما گذاشتیم رو سر بیمار، از خیلی از فیلترها عبور کرده. بنابراین این فیلترینگ باعث شده که خیلی از امواج مفیدی که در روی مغز وجود دارن و داخل مغز وجود دارن رو ما نتونیم ببینیم. این یکی از محدودیت های بزرگ ایجیه، ایجی که ما ثبت میکنیم به طور روتین. البته دیگه چه محدودیت هایی داره؟ گفته اسپشیال سامپلینگ، باز کامل نیست. یعنی چی؟ یعنی گفته که تو ایجی ما بعضی از قسمت ایجی، البته روتین، تو بعضی از قسمت های مغز رو به طور روتین ثبت نمیکنیم،
که کدوم قسمت هاست؟ مشخصه دیگه، قسمت های بیزال مغز، قسمت های کف مغز رو، کف برین رو ما معمولا ثبت نمی کنیم. بنابراین باز خیلی از امواج مفیدی رو که میتونستن به ما اطلاعات بدن رو باز نمیبینیم. دیگه چه محدودیتی ای جی داره؟ گفته temporal sampling is also limited. یعنی چی؟ یعنی زمان ثبت ای جی. ما ای جی که از بیماران میگیریم حد اکثر 5 دقیقه، البته چیزایی که توی مطب‌ها میگیرن 10 دقیقه، حالا خیلی آدم با انصافی باشیم 20 دقیقه، خیلی دیگه مثلا وقت بذارن برای یه مریض توی مطب نیم ساعتی یک مریضه. حتی توی ای جی های بیمارستان ها و مراکز های دانشگاهی هم همینه، حد اکثر نیم ساعت یا 20 دقیقه است، بیشتر که نیست. متوجه این؟ پس بنابراین این ای جی رو هم که ما ثبت میکنیم در واقع یک سمپلینگی از امواج مغزی مریض رو در دست داریم. فقط 20 دقیقه یا نیم ساعت از امواج مغزی مریض رو میدونیم، بقیهش رو که ما دیگه نداریم. بنابراین ممکنه خیلی از باز اطلاعات مفید رو نتونیم ثبت. بر صورت میگه از همین الان بدونید که نرمال بودن ای جی اپیلپسی رو رد به دلیل همین محدودیت ها. نرمال بودن ای جی اپیلپسی رو رد نمی کنه، اگرچه ابنرمال بودنش خیلی به ما کمک می کنه، اما نرمال بودنش اپیلپسی رو رد نمی کنه. چرا که اینجا گفته اولا 10% از بیمارانی که اپیلپسی دارن هیچ زمانی امواج یا دشارژای اپیلپتی فرم رو نشون نمیدن. مریضایی که اپیلپتیکن 10%شون میگه هیچ وقت چیزی نشون نمیدن. ثانیاً میگه ای جی که ما ثبت میکنیم و ممکنه توش یک اینترایکتال اپیلپتی فور دیسچارج ببینیم، یعنی یک دشارژ اپیلپتی فور در ای جی یک مریض ببینیم، همیشه به این معنی نیست که حتما این مریض اپیلپتیکه. چرا؟ چون دیدن مثلا به طور مثال در 0.5% افراد نرمال بالغ جامعه امواج اینترایکتال اپیلپتی فورم دیده میشه بدون اینکه حتی یک بار در عمرشون تشنج کرده باشه، که این آمار میگه در بچه ها 2-4% در بچه ها تو 2-4%شون امواج اپیلپتیفو بچه های نرمال ها دیده میشه ولی هیچ وقت هم تشنج نکرده. که این آمار گفته توی زایات مغزی، یعنی این اینتریکتال اپیلپتیفورم دیسچارج، این امواج اپیلپتیفورم ای جی، گفته تو مواردی که مریض یه زایعه زمینه مغزی داره دیگه خیلی بیشتر میشه آمارش، به 10-30% میرسه، با اینکه اون مریض هیچ وقت تشنج نکرد. مثلا مریض که تومور مغزی داره، مریضی که هتروما شده، مریض که آنسفالیت کرده، با اینکه شما اون امواج اپیلپتی فرم رو دارید میبینید اون دشارژا رو، اما هیچ وقت مریض تشنج نکرد. پس بنابراین دیدن اینتریکتال اپیلپتی فور دیسچارج هم به معنی این نیست که مریض قطعا تشنج میکنه. اینجاست که میگم همیشه بایستی ای جی رو در کنار چی؟ علائم بالینی مریض تفسیر کرد. بدون وجود شرحال نمیشه ای جی رو تفسیرش کرد. و اما این امواج اینتریکتال اپیلپتی فور دیسچارج رو ببینیم چه فاکتورهایی باعث میشن که بیشتر دیده بشن در یک بیمار اپیلپتیک. اینا چون بحثایی بوده که مربوط به اپیلپسی بوده من اینجا آوردم، هنوز ما وارد بحث ای جی نشدیم. چه فاکتورهایی میتونن باعث بشن که احتمال دیدن اینتریکتال اپیلپتی فور دیسچارج در یک بیمار اپیلپتیک بیشتر بشه؟ اولا گفته یک، تو بچه ها احتمال دیدن امواج اپیلپتی فورم بیشتر از بالغینه. بچه ها ای جی ابنرمال، مریض بچه‌ای که با احتمال تشنج مراجعه کرده، احتمال دیدن امواج اپیلپتیک بیشتر از یک فرد بالغ. دوم گفته اگر فرد دچار یک اپیلپسی سیندروم باشه، یک سندروم اپیلپسی خاص باشه،
یک سندروم اپیلپسی خاص باشه، احتمال اینکه ایجیش ابنرمال باشه بیشتر. سوم گفتم بسته به محل یا کانون امواج اپیلپتیفورم، اگر از بعضی از نقاط مغز برخیزن اینا، احتمال دیدنشون بیشتره. مثلا گفته مریضایی که دچار اینتریکتال اپیلپتیفورم توی لوب فرونتال، توی لوب تمپورال هستن، احتمال دیدنشون توی ایجی بیشتره. در صورتی که اگر این امواج اپیلپتیفورم یا این امواج این دشارژهای اپیلپتیفورم تو نواحی قاعده مغز باشن، نواحی مزیال و بیزال کورتیکال، احتمال نشون دادنشون چیه؟ کمه. تو مریضایی که فرکانس تشنجشون بالاتره، احتمال دیدن این امواج اپیلپتیفورم بیشتره. مثلا به طور مثال اونایی که حداقل یک بار در ماه تشنج میکنن، قطعا احتمال دیدن اینتریکتال اپیلپتیفورم دیسچارج درشون بیشتر از یک فردیه که سالی یک بار تشنج ممکنه بکنه. زمان ثبت ایجی باز یه فاکتور پیشگویی کننده است که احتمال نشون دادن اینتریکتال اپیلپتیفورم دیسچارج رو بالا میبره. مثلا اینجا گفته تو کسایی که تو فردی که دچار تشنج شده، اگر ایجی تو 24 ساعت اول بعد از تشنج گرفته بشه، احتمال این که امواج اپیلپتیفورم رو آدم ببینه بیشتر از بعد از 24 ساعت. مثلا گفته تو 24 ساعت اول 51% در مقابل 34% در موارد در روزهای دیگه. احتمال نشون دادن امواج اپیلپتیفورم باز توی بعضی از وضعیت‌ها بیشتره. مثلا تو بچه‌ای که دچار سر ابسنس هست، اگر بچه رو وادار به هایپر ونتیلیشن بکنیم در این ثبت ایجی، احتمال دیدن اون امواج سسیک در ثانیه خیلی میره بالاتر. هایپر ونتیلیشن. یا تو بعضی از انواع تشنج، اگر بیمار به خواب بره، یعنی ایجی خواب از بیمار بگیریم، احتمال تشنج و دیدن امواج اپیلپتیفورم، البته احتمال تشنج، احتمال دیدن اینجا بس اینتریکتال اپیلپتیفورم دیسچارج، احتمال دیدن اینتریکتال اپیلپتیفورم دیسچارج در خواب بیشتر. مثل چی؟ مثلا میشه شما یه مثال بزنید؟ رولاندیک اپیلپسی، بناین چالدود اپیلپسی. میدونید بچه ها تو خواب احتمال نشون دادن اون امواج اپیلپتیک تو کانون اون سنترو تمپورال بیشتره تو بچه هایی که دوچار در واقع بناین چالدود اپیلپسی هست. و برعکس تو بعضی از انواع تشنج، بیخوابی میتونه احتمال دیدن امواج اپیلپتی فرم رو ببره بالا، مثل به قول شما جی ام ای. یعنی جی ام ای بعد از یک بیخوابی شبانه یا کمخوابی شبانه، اگه صبح بفرستیش بره ای جی بگیره، احتمال دیدن اون امواج اپیلپتی فرم خیلی خیلی بالاتره تو مواردی که شک دارید. متوجه این؟ کومدیکیشن، اگه مریض همزمان داره از داروی استفاده میکنه که احتمال تشنج رو در فرد میبره بالا، بعضی از داروها چون تشنج‌زا هستن، احتمال تشنج رو چون میبرن بالا، احتمال دیدن اینتریکتال اپیلپتیفورم دیسچارج رو هم میبرن بالا. و بالاخره آخرین فاکتوری که اینجا ازش اسم، آخرین فاکتور که نه، یکی از ما قبل آخر گفته چی؟ repeating the EEG recording، تکرار EEG بیمار به عنوان یک فاکتور باز پیشگویی کننده دیدن اون اینتریکتال اپیلپتیفورم دیسچارج. تو مریضی که شما شک دارین مریض اپیلپتیک، تو EEG اولش در گفته چند درصد؟ در 50% ممکنه امواج اینتریکتال اپیلپتی، ولی اگه تا 4 بار تکرار بشه در 4 زمان مختلف، میتونه احتمال نشون دادن امواج اینتریکتال به 80%. این به این معنا نیست که همه مریضا رو بگیریم 4 بار ایجی کنیم فردا تو مطب، چون بعضیا از این مطلب سوء برداشت میکنن. مریض میگن خب فردا به یه ایجی دیگه هم بگیر، پس فردا هم یکی دیگه بگیر،
پس این فردم یه یکی دیگه بگیریم احتمالش ببریم بالاتر. و بالاخره ای جی مانیتورینگ مشخصه، اگه مریضی رو بگیریم بخوابونیمش یا یه دستگاه در واقع ای جی مانیتورینگ بهش وصل کنیم، خب احتمال دیدن امواج اپیلپتیک در فرد میره بالاتر. اما یواش یواش وارد بحث اختصاصی تر خودمون بشیم، بحث ای جی خودمون و اینکه ببینیم ای جی نقشش در ببینیم در واقع امواج اپیلپتی فرم چی هستن و این بحث رو بازش کنیم، ببینیم چه پترن هایی رو ممکنه ما توی ای جی مریض مبتلا به تشنج ببینیم. یه مسئله ای که هست در رابطه با تشخیص اپیلپسیه که اینجا میگه که بهترین روش برای تشخیص اپیلپسی در واقع دیدن حملات توسط پزشک، البته پزشکی که در واقع تو این حوزه فعالیت کرده باشه، بیمارای مختلف دیده باشه، نه اینکه هر نورولوژیستی. من خودم هم اینا واقعا بهش اعتقاد قوی دارم که اینجوری نیست که هر نورولوژیست، چون قبلا میگفتن بهترین روش دیدن حملات توسط نورولوژیست، ولی اینقدر ما نورولوژیست شوت ببخشید که این واژه رو به کار میبرن تو بیرون داریم که هیچ وقت نمیتونن تشخیص اپیلپسی رو بدن و افتراق بدن یک حمله نان اپیلپتیک رو از یک حمله اپیلپتیک. بنابراین این بحث مربوط به کساییه که در واقع واقعا شم بالینی قوی داشته باشن یا دوره‌های مخصوصی توی بحث اپیلپسی گذرونده باشن. اینجوری نیست که هر کسی بتونه افتراق بده. یک بعضی وقتا اینقدر پترنای تشنج عجیب و غریب میشن در بیماران که واقعا آدم رو به اشتباه میندازن. پس بهترین روش دیدن حملات توسط پزشک، اما خب هیچ وقت هیچ این امکانات برای هیچ بیماری فراهم نیست که هر وقت حمله بهش دست داد بگیم یه پزشکی بیاد بالا سرش ببینه که آیا این این حمله‌ای که بهش دست داده تشنج هست یا نیست. پس بنابراین تو اینجور موارد ما مجبوریم به روش‌های آزمایشگاهی و روش‌های پاراکلینیکی متوسل بشیم که بهترین روش قطعاً در بحث تشخیص اپیلپسی چیه؟ EEG بیمار. تو EEG این بیماران چه میبینیم؟ همون در واقع امواجی که گفتیم بین حملات، این بحث، این در واقع لفظ اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج، این در واقع به معنی اون پترن ها و الگوهای اپیلپ شبیه به اپیلپسی است که در بین حمله می زمانی دیده میشه که بیمار حمله ای بهش دست نداده. ولی اگر ایجی بیمار در حین حمله هم ثبت بشه، بله به شدت میتونه به ما کمک بکنه. ولی اینجا اون بحثی که رو در واقع ما داریم میکنیم بحث ایجی هست که بین حملات بیمار ما ثبت میکنیم، یعنی زمانی که بیمار هیچ حمله ای بهش دست نداده. و این الگوهایی که در واقع مطرح شده به عنوان الگوهایی که میتونن در یک بیمار مبتلا به اپیلپسی دیده بشن، این پترنایی هستن که اینجا به شکل 1, 2, 3, 4, 5, 6 نام آورده شده. این 6 تا پترنایی هستن که میتونن در یک بیمار مبتلا به اپیلپسی دیده بشن. این پترنا کدومان؟ اولین پترنی که ممکنه دیده بشه در یک بیمار مبتلا به اپیلپسی پترن اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج، که حالا بعدن بحثشو میکنیم که یعنی چی، چه پترن هایی هستن که ما بهشون میگیم اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج. دومین پترنی که بهش میگن پریودیک lateralized epileptiform discharge. پترن چی؟ معروف پلد احتمالا شنیدین، به گوشتون حداقل خورده، اگرچه مطمئنم نمیدونید چیه ولی مطمئنم به گوشتون بار خورده، بخاطر که تو امتحانات مرتبا ازتون سوال میکنن. پترن پلد periodic lateralized epileptiform discharge، حالا بعدا صحبتشو میکنیم که چیه این پترن. سومین پترن چی؟ generalized periodic epileptiform disc. اینا پترنایی که تو یک مریض اپیلپتیک، کاری نداریم
مریض چه نوع اپیلپسی داره. اینا کل اون پترناییه که در یک مریض اپیلپتیک ممکنه دیده بشه. توی مریضی اومده با شرحال loss of consciousness، یه سری حرکات، این پترنا رو اگر دیدید شک بکنید به چی؟ به اپیلپسی، به تشنج. پس سومین پترن generalized periodic epileptiform discharge، پترن جیپد بهش میگن. چهارمین پترن، پترن فوکال اسلوینگ که باز به عنوان یک پترن نان اسپسیفیک دیده میشه، چون میتونید تو خیلی از موارد دیگه هم شما فوکال اسلوینگ ببینید. مثلا فرض کن مریض که تومور مغزی داره هم میتونه فوکال اسلوینگ بده. مریض که استروک کرده هم اگه EEG ازش بگیری یک فوکال اسلوینگ میبینید. متوجه این؟ پس فوکال اسلوینگ هم به عنوان باز یه پترنیه که ممکنه در بیمار اپیلپتیک دیده بشه. پنجمین پترن دیفیوز اسلوینگ. اسلوینگ چی؟ جنرالیزه. دیفیوز. و بالاخره یه سری گفته اختلالات غیر اختصاصی. مثل چی؟ مثل فرونتال اینترمیتنت ریتمیک دلتا اکتیویتی، فیردا. پترن چی؟ فیردا. این هم بازمان یک پترن باز که گاهی اوقات ممکنه در یک بیمار اپیلپتیک، در یک بیمار دچار تشنج، یکی از این 6 تا پترن شما ممکنه ببینید. اما بیشترین پترنی که توی یک بیمار مبتلا به اپیلپسی ممکنه دیده بشه در وهله اول، اون پترن شماره 1 اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج، و دوم پترن چیه؟ پلده. این دوتاست که ممکنه توی بیماران مبتلا به تشنج شما ببینید. بقیه در واقع گزینه‌ها به طور غیر اختصاصی ترم ممکنه همزمان بیشتر نشون دهنده پاتولوژی زمینه‌ای باشن. مثلا مریضی که با شرحال تشنج اومده پیش شما، الان توی ایجیش یه فوکال اسلوینگ میبینی، در واقع به شما میگی که احتمالاً یه زایعه زمینه‌ای باعث اپیلپسی بیماره و باعث تشنج بیماره. متوجه این؟ پس بنابراین پترن های اختصاصی تر اپیلپسی، این که میگم اختصاصی تر، البته به این معنی نیست که فقط و فقط تو اپیلپسی ندیده میشن، کما اینکه شما ممکنه توی مریضی که تومور مغزی داره، گفتم بدون اینکه حتی یک بار تشنج کرده باشه، پترن اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج ببینید. به خاطر همینه که میگیم EEG در واقع یک روش چیه برای بررسی فیزیولوژی مغز، فانکشن مغز رو به شما نشون میده، نه آناتومی. متوجه این؟ برصد بیشترین پتر اون دوتا پترن اولی هستن که میتونن تو بیمار مبتلا به تشنج دیده بشن. و اما چون بحث این دوتا پترن عمده شد که این دوتا پترن اصلی موارد میتونن تو مریض اپیلپتیک دیده بشن، در واقع بحث ما راجب پترن های اپیلپتیک در EEG و عمدتا راجب این دو نوع پترنه. یعنی میخوام داره راجب این دو نوع پترن صحبت کنیم. ببینیم اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج که گفتیم خیلی همراهی شدیدی داره با تشنج در بیماران، در بیماران تشنجی، ببینیم چی هستن. اولا تعریفی که اولا این اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج رو با علامت اختصاری IEDS نشون میدن. دیسچارجز در واقع دیشارژ های بین حمله ای. تعریفی که انجمن بین المللی EEG برای این نوع امواج کرده این بوده که عبارت هست از یک سری امواج مشخص یا یک سری کمپلکس های مشخص که کاملا از ریتم زمینه‌ای قابل افتراقن و این امواج در تقریبا تمام بیمارانی که دچار تشنج هستن شبیه به همه، شکلشون شبیه به همه. این تعریفیه که انجمن بین المللیه الکترونسفالوگرافی از امواج اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج کرده. و اما این امواج چیا هستن؟ این همه میگیم اینتریکتال اپیلپتی فرم دیسچارج، این امواج عبارتند از یک، سپایک دیسچارج، پترن سپایک، دوم
شارپ ویو دیسچارج، سوم پلی اسپایک یا مالتیپل اسپایک، یا در واقع میتونیم بگیم پلی شارپ ویو یا چی مالتیپل شارپ ویو، نه هم مثل همه. و بالاخره آخرین الگو، الگوی چی؟ spike and wave یا sharp and wave complex. حالا ما میخواییم در واقع راجع به اینا صحبت کنیم تو جلسه امروز. همه این مقدمه چینی ها رو کردیم که برسیم به اینجا راجع به اینا صحبت کنیم، ببینیم اینا چی هستن. چقدر گذشته از کلاس؟ نه بابا، آه؟ من که هنوز چیزی نگفتم، تازه واضح اصلی ها مونده. از چیش لذت بردیم؟ من هنوز این چیزها رو نگفت، چیزهای اصلی رو من میخواستم بگیم. بگم یا تعطیلش کنیم؟ پس تعطیلش کنیم. حالا هفته دیگر رزرو کنیم. اصلا حیف نبود همین نامتا. اینا رو تشکر از دکتر بودن.